خدمت دوستان گرامی، در خدمتون هستیم با یک ویدئوی دیگه در باب درک عمومی هنر. ادامه مباحث تاریخ هنر ایران رو پی میگیریم که رسیدیم به هنر عباسی سده اول تا سوم قمری. ابتدا کلیات و مشخصات رو در باب این دوره خدمتون عرض میکنم، بعد معماری و در نهایت سفالگری. کاربرد آجر در دوره عباسی به دلیل سادگی و ایجاد ترکیب‌های متفاوت بوده. آجر نسبت به سنگ با دوام‌تر بوده، ارزان‌تر بوده، کار رو سریع‌تر میشد باهاش انجام داد و همچنین انعطاف بالایی داشته. همچنین در دوره اسلامی آجر زمینه‌ساز تجلی تزئینات ساختمان‌ها شد. کهن‌ترین و فراگیرترین هنر ایرانی در همه اعصار، همچنین بهترین سند زندگی هنر ایرانی در دوره اسلامی، سفالگری ایرانی هست. پیشرفت سفالگری در دوران اولیه اسلامی بیشتر از پیشرفتش در دوره ساسانی بود. اگه یادتون باشه تو دوره ساسانی بیشتر روی فلزکاری تمرکز داشتن. در سده‌های دوم و سوم شاهد تولد شعر، خوشنویسی و جلوه‌های بسیار زیبای هنری در ایران هستیم. در مورد معماری هنر عباسی، معماری سبک خراسانی رو داریم که دوره زمانی صدر اسلام تا سده سوم رو در بر میگیره و تداوم سبک معماری ساسانی هستش. ویژگی‌های این سبک، یعنی سبک خراسانی، مساجد به شیوه‌ای بسیار ساده و به پیروی از معماری ساسانی ساخته میشد. این بناها با طرح اولیه مساجد صدر اسلام و ترکیب با عناصر معماری ایرانی ساخته میشد. قوس‌های به کار رفته به صورت بیضی و تخم مرغی که همون سهمی شکل هست وجود داشت. بناهای مهم این سبک معماری، همون سبک خراسانی، مسجد جامع فهرج یزد هست، مسجد تاریخانه دامغان و مسجد جامع نائین هستش. در این دوره برخی کاخها و آتشکده ها بدون هیچ تغییری به مسجد تبدیل شدن، مانند ایوان مدائن تیسفون، آتشکده مسجد سلیمان، بعد مسجد سنگی داراب که اونم آتشکده بوده. معماران این دوره به دنبال ابداع نبودند، اون چه که بود رو کاملترش کردند. وجود دو عنصر ایوان و گنبد رو داریم در معماری دوره عباسی. در شکل اصلی فضا به بناهای مذهبی ایران عظمت و شکوه می‌بخشید. همین دو عنصر ایوان و گنبد. به ساخت محراب و آرامگاه گنبدپوش اهمیت داده شد در دوره عباسی. قدیمی ترین آرامگاه گنبدپوش، آرامگاه امیر اسماعیل سامانی هستش در بخارا. عنصر گنبد که نقطه اوج طراحی طاق در معماری اسلامی بود بسیار پیشرفت کرد. منظور گنبدهای سنگین ساسانی بر فراز پایه هشت ضلعی هستش. مساجدی به تقلید از طرح‌های محلی به صورت بناهای شبیه چهارتاقی ساسانی بنا شد. کیفیت پایه‌ها، ستون‌ها و احداث ایوان بلند و طویل و به کار بردن مصالح و تزئینات آجری و گچبری شبیه معماری ساسانی بود. می‌رسیم به مسجد جامع فهرج یزد که از نوع مساجد شبستانی هست. قدیمی ترین بنای به جای مونده از صدر اسلام در ایران هستش که با معماری ساسانی هستش. حیات کوچک مسجد از جنوب به سه دهانه شبستان با قوس‌های بیضی شکل ختم میشه. طاق‌ها به پیروی از بناهای ساسانی به صورت نیم استوانه‌ای، یعنی طاق آهنگ ساخته شده. مصالح به کار رفته توی این بنا
خشت خام هست و قوس‌ها گچی و دیوارها با گل پوشیده شده. نقش درهای ساسانی هم با گچ برای دیوار شرقی ترسیم شده. میرسیم به مسجد تاریخانه دامغان که تاریخانه معنای خدای نامه رو داره اینجا، که از نوع مساجد شبستانی بوده. این مسجد اواسط سده دوم هجری قمری ساخته شده و در دوره های بعد تکمیل شده. این مسجد فاقد گنبد هست. مناره مسجد در سده پنجم هجری قمری یعنی دوره سلجوقی بهش اضافه شده. تمامی ویژگی های مساجد خراسانی توی این مسجد کاملا مشهوده. از نظر نقشه به سبک عربی و از نظر ساختمانی سبکش ایرانیه. تشابه قطر ستونهای مسجد با قطر ستونهای کاخ ساسانی نشون میده که مسجد روی آثار ساسانی ساخته شده. در نهایت میرسیم به مسجد جامع نائین که این هم از نوع شبستانی هستش. معروف‌ترین بنای عهد آل بویه یعنی قرن سوم و چهارم هجری قمری هستش که به شیوه خراسانی ساخته شده و در دوره رازی هم الحاقاتی بهش افزوده شده. این مسجد یادآور حالت عمودی و بلند رایج در معماری کهن ایرانی هستش. از ویژگی‌های هنری این مسجد یعنی مسجد جامع نائین میتونیم به گچبری‌های فراوون و بسیار متنوع که تداوم سبک ساسانی هست اشاره کنیم. از دیگر بناهای دوره آل بویه یا همون دیلمیان، مسجد جورجیر اصفهان، بند امیر که همون قدیمی ترین پل دوره اسلامی هست هم میتونیم اشاره کنیم. ویژگی کلی مساجد شیوه معماری اسلامی یعنی خراسانی چند تا هستش که اسمی برم. صحن یا حیاطشون مستطیل شکل بوده و در وسط اتاقهایی در اطراف و سمت جنوب داشتن به سمت قبله. شبستان با ستونهای متعدد ساخته می شده. گنبدهای سنگین برپای هشت ضلعی بودن و تزئینات آجری و گچبری داشتن. می رسیم به سفالگری دوره اسلامی که البته برای عباسی بود. رایج‌ترین سفال‌ها در این دوره به رنگ‌های لاجوردی تیره روی پوشش سفید، آبی و سبز زمردی هست. سفالگری سده دوم هجری تداوم لعاب‌های سبز و قهوه‌ای ساسانی هست. نقاشی زرین فام روی سفال جانشین ظروف سیمین و زرین شد. این تحولی بود که در سده سوم هجری قمری اتفاق افتاد. زرین فام هم نوعی لعاب درخشان هستش که تداعی کننده تلالو طلایی هست. شیوهی عالی در تناسب شکل خارجی زر و هماهنگی با کاربرد اون ایجاد شد. سفال خرازان تزئینی داشت با خوشنویسی که به خط کوفی بود. این تحول ریشه داشت در فن کتابت و نگارش قرآن در سده سوم هجری قمری. نیشابور در این دوره بزرگترین مرکز ساخت ظروف لعاب پاشیده بود. در این ظروف لعاب‌های رنگی چون سبز، زرد، ارغوانی و آبی روی سطح ظرف پاشیده می‌شدند. توی این دوره همچنین سفالگران ایرانی با محصولات سرامیکی چین هم آشنا شدند. در این دوره هنر فلزکاری ادامه ای بود از دوران ساسانی. تفاوت عمده نقوش فلزی عباسی با دوره ساسانی در استفاده از خط بود. تنها نمونه مصورسازی نسخه ارژنگمانی یافته شده از منطقه تورفان چین هستش. خب دوستان به پایان دوره عباسی رسیدیم. لطفاً زیر ویدئو پیشنهاداتتون رو در مورد آموزش ها بنویسید که چه مدلی میخواید، چه مدلی نمیخواید، ایرادا رو بگی که برطرف کنم. در دوره بعدی هنر سلجوقی رو میدم خدمتتون ارائه میدیم
و البته سعی میکنم روزانه چند تا تست هم براتون آماده کنم و به صورت یک دقیقه‌ای در کانال خدمتتون بذارم. فعلا بدرود.